بیشتر خانم ها فکر میکنن که نباید به پارتنرشون پیشنهاد رابطه جنسی بدن و اگر توی این کار پیش قدم بشن شخصیت خودشون رو پایین میارن، در صورتی که آقایون تمایل دارن که گاهی پارتنرشون شروع کننده رابطه جنسی باشه. مجموعه ای از کارها و رفتارها هستن عزیزای من که رابطه جنسی رو نابهنجار میکنن و باعث توقف میل جنسی میشن. توصیه میشه که از این کارها و رفتارها در زمان رابطه جنسی دوری بکنید تا بتونین روابط خودتون رو بهبود ببخشید. من در ادامه به بررسی یه سری روابط رفتارهای نادرست توی رابطه جنسی اشاره میکنم و راه حل اون مشکل رو بهتون میگم. پس لطفاً با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانالم تا پایان این ویدیو همراه من بمونید. اشتباهات رفتاری توی رابطه جنسی مثل منفعل بودن بسیار بسیار خطرناک هستش. یکی از کارهایی که رابطه جنسی رو لذت بخش میکنه تحریک و فعالیت دو طرفه هستش. سعی بکنید که توی رابطه منفعل نباشید. نباید در حین رابطه جنسی از طرف مقابل انتظار داشته باشین که همه کارا رو خودش انجام بده تا شما رو به لذت برسونه. نشون دادن واکنش به پارتنرتون باعث میشه که رابطه جنسی از یک نواختی در بیاد و خسته کننده نباشه. یکی از دلایل انفعال در رابطه جنسی میتونه بیمیلی و سرد مزاجی باشه. سرد مزاجی باعث میشه تا هر دو طرف لذت کافی رو از رابطه زناشویی نبرن. قدم‌های مهمی هم برای غلبه بر خجالت وجود داره و این نکته رو یادتون باشه که پارتنرتون شما رو دوست داره، وگرنه با شما وارد رابطه نمی‌شد. پس بیش از حد نگران نباشید عزیزای من. حالا برای کنار گذاشتن خجالت یه چند تا روش وجود داره. یکیش اینه که باید با واقعیت‌ها روبرو بشین. اگر در خودتون یا در پارتنرتون نقص فیزیکی می‌بینید، نقصی که با انتظارات شما یکی نیست، باید همدیگر رو همونطوری که هستین بپذیرین. نکته دوم این که اگر بعد از خودتون بپرسین که چرا خجالت میکشین، ترس های خودتون رو بنویسید و دلیل هر کدومش رو از خودتون بپرسین. جواب دادن به این سوال ها کمک خیلی زیادی به درمان خجالت در روابط زناشویی میکنه. نکته بعدی اعتماد به نفس خودتون هستش که دوستای من باید اعتماد به نفستون رو بالا ببرین. با گوش دادن به آهنگ یا دکلمه های انگیزشی برای بالا بردن اعتماد به نفس خودتون تلاش بکنین و سعی بکنین که اندام خودتون رو خیلی دوست داشته باشین و ازش خجالت نکشین. نکته چهار رو اینه که وقتی که تنها هستین رابطه جنسی رو شبیه سازی بکنین. مثل یک بازیگر فرض کنین که در حال انجام رابطه جنسی هستین. خواسته های خودتون رو در تنهایی به زبون بیارین و روی جملات خودتون کار بکنین تا به مرور زمان بتونین خواسته های خودتون رو حین رابطه جنسی واقعی بر زبون بیارین. نکته پنجم اینه که باید ریسک پذیر باشین. هر روز یک صفت جدید و زیبا برای همسر یا پارتنر خودتون بسازین و اکثر اوقات اون رو با این صفات صدا بزنین، اما مراقب باشین که نباید بهش بی احترامی بکنین. نکته ششم اینه که باید صادق باشین عزیزای من. همونطوری که گفتم بهترین راه اینه که بگید که خجالت میکشید. شما نمیدونین که طرف مقابلتون چقدر خوشحال میشه از این حرف شما که شما واقعا دارین خجالت میکشین. اون در قبال این خجالت احساس مسئولیت میکنه و کاری میکنه که توی رابطه جنسی خجالت شما بریزه و هر دوتون از این رابطه لذت ببرید. بیشتر خانم ها فکر میکنن که نباید به پارتنرشون پیشنهاد رابطه جنسی بدن و اگر توی این کار پیش قدم بشن شخصیت خودشون رو پایین میارن، در صورتی که آقایون تمایل دارن که گاهی پارتنرشون شروع کننده رابطه جنسی باشه. مجموعه ای از کارها و رفتارها هستن عزیزای من که رابطه جنسی رو نابهنجار میکنن و باعث توقف میل جنسی میشن. توصیه میشه که از این کارها و رفتارها در زمان رابطه جنسی دوری بکنید تا بتونین روابط خودتون رو بهبود ببخشید. من در ادامه به بررسی یه سری روابط رفتارهای نادرست توی رابطه جنسی اشاره میکنم و راه حل اون مشکل رو بهتون میگم. پس لطفاً با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانالم تا پایان این ویدیو همراه من بمونید. اشتباهات رفتاری توی رابطه جنسی مثل منفعل بودن بسیار بسیار خطرناک هستش. یکی از کارهایی که رابطه جنسی رو
لذت بخش میکنه، تحریک و فعالیت دو طرفه هستش. سعی بکنید که توی رابطه منفعل نباشید. نباید در حین رابطه جنسی از طرف مقابل انتظار داشته باشین که همه کارا رو خودش انجام بده تا شما رو به لذت برسونه. نشون دادن واکنش به پارتنرتون باعث میشه که رابطه جنسی از یک نواختی در بیاد و خسته کننده نباشه. یکی از دلایل انفعال در رابطه جنسی میتونه بیمیلی و سرد مزاجی باشه. سرد مزاجی باعث میشه تا هر دو طرف لذت کافی رو از رابطه زناشویی نبرن. قدم‌های مهمی هم برای غلبه بر خجالت وجود داره و این نکته رو یادتون باشه که پارتنرتون شما رو دوست داره، وگرنه با شما وارد رابطه نمی‌شد. پس بیش از حد نگران نباشید عزیزای من. حالا برای کنار گذاشتن خجالت یه چند تا روش وجود داره. یکیش اینه که باید با واقعیت‌ها روبرو بشین. اگر در خودتون یا در پارتنرتون نقص فیزیکی می‌بینید، نقصی که با انتظارات شما یکی نیست، باید همدیگر رو همونطوری که هستین بپذیرین. نکته دوم این که اگر بعد از خودتون بپرسین که چرا خجالت میکشین، ترس های خودتون رو بنویسید و دلیل هر کدومش رو از خودتون بپرسین. جواب دادن به این سوال ها کمک خیلی زیادی به درمان خجالت در روابط زناشویی میکنه. نکته بعدی اعتماد به نفس خودتون هستش که دوستای من باید اعتماد به نفستون رو بالا ببرین. با گوش دادن به آهنگ یا دکلمه های انگیزشی برای بالا بردن اعتماد به نفس خودتون تلاش بکنین و سعی بکنین که اندام خودتون رو خیلی دوست داشته باشین و ازش خجالت نکشین. نکته چهار رو اینه که وقتی که تنها هستین رابطه جنسی رو شبیه سازی بکنین. مثل یک بازیگر فرض کنین که در حال انجام رابطه جنسی هستین. خواسته های خودتون رو در تنهایی به زبون بیارین و روی جملات خودتون کار بکنین تا به مرور زمان بتونین خواسته های خودتون رو حین رابطه جنسی واقعی بر زبون بیارین. نکته پنجم اینه که باید ریسک پذیر باشین. هر روز یک صفت جدید و زیبا برای همسر یا پارتنر خودتون بسازین و اکثر اوقات اون رو با این صفات صدا بزنین، اما مراقب باشین که نباید بهش بی احترامی بکنین. نکته ششم اینه که باید صادق باشین عزیزای من. همونطوری که گفتم بهترین راه اینه که بگید که خجالت میکشید. شما نمیدونین که طرف مقابلتون چقدر خوشحال میشه از این حرف شما که شما واقعا دارین خجالت میکشین. اون در قبال این خجالت احساس مسئولیت میکنه و کاری میکنه که توی رابطه جنسی خجالت شما بریزه و هر دوتون از این رابطه لذت ببرید.